اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در ایران شد. هاشمی رفسنجانی که از منتقدان محمود احمدی نژاد به شمار می رود در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت انتخابات آزاد می تواند بخش بزرگی از مشکلات ایران را حل کرده و باعث افزایش اعتماد مردم به نظام شود. انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. برگزاری انتخاباتی آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی کلید حل مشکلات ایران است. بخشی از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار روز دوشنبه‌اش با تعدادی از دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران، مردی که نامش با تاریخ جمهوری اسلامی و انتخاباتش گره خورده. چند دوره رئیس مجلس، دو دوره رئیس جمهور، شکست اولیه در انتخابات مجلس ششم و پیروزی با بازشماری آرا توسط شورای نگهبان و یک بار هم شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 از رقیبی که تاکنون جزء منتقدانش بوده. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. سخنانش پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 انتقادات این چنینی باعث شده که به تدریج جایگاه امامت نماز جمعه، ریاست مجلس خبرگان و اثرگذاری بر دانشگاه آزاد اسلامی را از دست بدهد. فرزندانش هم تحت فشار قرار گیرند. منتقدانش در میان مخالفان جمهوری اسلامی اما همچنان او را همراه حکومت می دانند. جایگاهی در میان رهبران جمهوری اسلامی، حتی در نشست سران کشورهای جنبش عدم تعهد. و حالا چند ماه مانده به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدبیر، عقلانیت، دوری از افراط و تفریط و جنجال آفرینی های کاذب را از راه های برون رفت از شرایط فعلی ایران دانسته. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده، از همکنون اظهار نظرهای مختلفی در این مورد شنیده می شود. مشرق نیوز از سایت های اصولگرایان امروز با اشاره به انتشار مقاله‌ای در یکی از روزنامه های آمریکایی نوشته که غرب در گارد انتخاباتی خود برای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی لبخند می زند. دو رئیس جمهور پیشین ایران که از منتقدان جدی محمود احمدی نژاد محسوب می شوند. انتخابات ریاست جمهوری 11 در ایران اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از اعتراضات به نتایج انتخابات خرداد 88 است. انتخاباتی که دو نامزد آن، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، ماه‌هاست در حبس خانگی به سر می‌برند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.